سلام، حالتون خوب؟ ببخشید من داشتم یه خواب وحشتناکی میدیدم. دوباره آقای حجت کریمی گفتش که وضعیت سرمربی استقلال مشخص نیست. یه لیوان آب بی زحمت اگه میشه برام بیار. مرسی. سلام مجدد، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما دیگه آب خواستیم، این آب رو ظاهرا دادن به یه سری دوستان دیگه که بهشون آب میدن، به ما ندادن. برجهت به یک محوطه جریمه دیگه خوش اومدین. کلا ما توی این قسمت محوطه جریمه وارد یک عصر جدیدی شدیم. از این جهت میگم عصر که ما هر موقع میخوایم در مورد سرمربی استقلال و کلا فرایند انتخابش و این داستان صحبت بکنیم، با یک معضل مواجهیم. یعنی اصلا امکان نداره که استقلال بخواد یه سرمربی انتخاب بکنه و بعد موزل نداشته باشه. حالا این داستان سرمربی استقلال بالاخره به نتیجه رسید و آقای جواد نکونا منصوب و در واقع انتخاب گشت. اینم از این عصر جدید سرمربی استقلال. آیتم امروز ما اما کاری به جواد نکونام و انتخابش به عنوان سرمربی استقلال نداره. اصلا اون یه گوشه بر خودش، کاری بهش نداره. ما در مورد حجت خان / حجت جان میخوایم توی این آیتم صحبت بکنیم و ببینیم که آقای حجت کریمی که بود، چه کرد، نه البته که بود، چه کرد، چه میکنه، چه خواهد کرد. در تمامی افعال موجود در زبان فارسی میخوایم بپردازیم به وضعیت آقای حجت کریمی. در ادامه این محوطه جریمه با ما همراه باشید. سرپرست استقلال بالاخره یک سرمربی برگزید و داستان اینجوری که به قول آقای پیمان یوسفی با یک لطایف الهیلی این انتخاب انجام شد. بر ترتیب دوران سرمربی انتخاب در واقع سرمربی استقلال خیلی طول کشید، به سرانجام رسید. اما نکته‌ای که وجود داره در رابطه با این انتخاب اینه که آقای حجت کریمی در طول این مدت اخیر تیتر یک اخبار خبرگزاری های ایران، جهان و کهکشان راه شیری رو به خودش اختصاص داد. کلن همه چیز در مورد آقای حجت کریمی و انتخاب سرمربی استقلال بود. انقدر این قضیه رو کش دادن که اصلا به اندازه عمر خرس‌های قطبی که از منطقه اسوالبار تا سویاگروا اینا زندگی میکنن و سکنا میگزینن، اینقدر طول کشید واقعا فرایند و پروسه انتخاب سرمربی استقلال. کلا آقای کریمی خوشش اومد از اینکه به هر حال هر روز میگفتن که خب آقای حجت کریمی چی شد، بعد میگفتش که حالا ما بررسی و مداقه نهایی رو انجام میدیم، نتیجه قایی رو خدمتتون اعلام میکنیم. یه نکته ای که من باید حالا اینجا اضافه بکنم اینه که حالا به هر حال من دارم تو رسانه کار میکنم دیگه، سردبیرها و دبیرهای خبرگزاری ها هر شب زنگ میزدم به خبرنگارانشون که عزیزان صبح همگی دم دفتر باشگاه استقلال. ما این مدت توی کانال های خبری و امثالهم این تصویر دم در باشگاه استقلال رو بیشتر از اون عکس تو ویندوز ایکس پی دیدیم. یعنی همش تو دم در باشگاه استقلال. من نمیدونم نظری میدن چه خبره، چرا واقعا همش ما باید نگاه کنیم به دم در باشگاه استقلال؟ عین اون عکس تو ویندوز ایکس پی. بعد حالا اینو بذاریم کنار، حجت خان کریمی به هر حال سرپرسته، مدیر عامل باشگاه، تازه باشگاه بزرگ که مثل باشگاه استقلال، شما انتظار دارید که چنین فردی مثلا بی ام و سوارشه، پوش سوارشه، نمیدونم لند کروز سوارشه، حداقل 206 سوارشه، چه بسا که اصلا 206 سوارشه جای لند کروز. به هر حال شما یه همچین انتظاری دارید. اما آقای حجت کریمی که کاملا میخواد نشون بده که اصلا پوپولیس نیست، به بوروکراسی خیلی در واقع پایبنده و نمیخواد واقعا کار در واقع غیر متعارفی انجام بده، با تیبادو پژو پارس و نمیدونم مثلا موتور میاد پا میشه میره باشگاه استقلال. این کاملا نشون میده که آقای حجت کریمی خیلی به هوای پاکت اعتقاد داره. حتی ما میتونیم انتظار داشته باشیم با دوچرخه مثلا پاشه بیاد بره باشگاه. فقط خدا رو شکر این فرایند انتخاب سرمربی اونقدر طول نکشید که ما در آینده قریب الوقوع ببینیم که آقای حجت خان کریمی سوار اسب میره تو باشگاه. البته من از زمانی که ورود کردم به اینجا برای ضبط آیتم یک سری مسائل هایی و اتفاقات هایی اینقدر سخته که نمیتونم مثلا خودم بگم. یعنی من نمیدونم که این توانایی بالقوه ای که در آقای حجت کریمی یهو بالفعل شد از کجا اومد که ایشون یک کلمه ای که عربیه رو جمع میبنده، بعد از طریق فارسی جمع میبنده، بعد جمع میکنه با عربی یک کلمه فارسی که اونم جمع شده، بعد دوباره اونو جمع میبنده. یعنی شما
این پروسه رو میتونید به عنوان یک مثلا پایان نامه دکتری مثلا زبان ادبیات فارسی و حتی زبان ادبیات عرب کار بکنید. یه سری مسائلای فنی رو اعلام کردن، یه سری مسائلای عنوان شد، اتفاقاتی که افتاد، حالا بیادن برای این مسائلا رو به ما اعلام بکنن. این اتفاقاتی افتاده، حالا اتفاقاتی افتاد، مسائلای پیش اومد که به هر حال اینا همش برای آقای حجت خان کریمی رزومه میشه. خیلی هم دستشون در نکنه، مدیر عامل خوبی هستن، دمشون گرم واقعا. اما یک نکته ای هم که به هر حال باید بهش توجه کرد در داستان باشگاه استقلال اینه که حالا نه فقط واقعا باشگاه استقلال، کلا اخیرا همه بازیکن‌ها دارن نوتیس میدن، یعنی مثلا میرن در یخچال رو باز میکنن میان بذار یه نوتیس بدم، همینجوری هی نوتیس میدن. الان اگه شما به بازیکنان، حالا با احترام به همه بازیکنان و فوتبالیست‌های ایرانی، ازشون بخواید که بنویسن کلمه نوتیس رو به انگلیسی، نصفشون دوچار یک سری مسائل هایی و اتفاقات هایی میشن. بعد الان همه دارن نوتیس میدن، یعنی فقط تو قشر ورزشکار و فوتبالیسته که، حالا ورزشکار هم که نه، بگیم فوتبالیست که فقط میتونن به رئیسشون نوتیس بدن. کاش ما هم میتونستیم از این کارو بکنیم. به هر حال در جریان این نوتیس هایی که به آقای کریمی داده شد، نکته ای هم که من میخوام به هواداران استقلال بگم اینه که شما اصلا نگران این نوتیس ها نباشید. آقای حجت خان اسلش جان کریمی در واقع یه مجموعه ورزشی دارن که اونجا کلا وضعیت خیلی خوبه و آدم‌هایی که میرن اونجا، من نمیخوام خیلی باز بکنم مسئله رو، تا یه جایشو میشه توضیح داد، بقیه شو دیگه خودتون میدونید. افراد سلبریتی، به قول بقیه دولبریتی، یلبریتی، انواع لیبریتی اونجا حضور دارن توی اون مجموعه و کلا هزینه ورودی این باشگاه به یک نحویه که اگه من مثلا الان باشم برم خونه بابام در طول یک سال آینده از طریق پنجره‌ای که اونجا در اتاقم تعبیه شده فتوسنتز کنم، در نهایت میتونم هزینه مثلا یک ماه عضویت باشگاه آقای کریمی رو بپردازم. خلاصه که اصلا مشکل مالی وجود نداره، یعنی حجت خان یه سربر باشگاه خیلی راحت اونجا یکی صدا میزنم میگه بیا اینجا، میگه 10 میلیارد کارت به کارت. البته نکته ای که وجود داره اینه که 10 میلیارد رو کارت به کارت نمیکنن، من نمیدونم چی کار میکنن، اونا خودشون بلدن همون کاری که لازمه رو انجام میدن. من در این حد واقعا نداشتم هیچ وقت که بخوام عملیات بانکیش رو انجام بدم. اما به هر حال نگران نباشین، این نوتیس ها هیچ مشکلی وجود نداره در موردش و فعلا همه دارن نوتیس میدن. انشالله که شما هم، حالا جلسات قبل ما املای کلمه مزمحل رو کار کردیم، میتونید در این جلسه از محوطه جریمه املای کلمه نوتیس رو با هم کار کنیم یاد بگیریم. و این محوطه جریمه تموم نشده، من یک اشاره‌ای هم بکنم به دستاورد بسیار بزرگ حجت خان کریمی که یک سرمربی به نام آقای لوپز با یک کارنامه مشخصی اووردن به در واقع ایران و مذاکرات باشون انجام دادن و براشون کنفرانس خبری گذاشتن. در ایران مربی‌ها همینطوری خودشون بعد از بازی نمیرن کنفرانس، میپیچونن. بعد فکر کنین یه آقای به نام لوپز اومدن، هنوز انتخاب نکردن، براش کنفرانس خبری گذاشتن. بعد تازه نکته جالبش میدونید چیه؟ خود آقای لوپز هم اومده کنفرانس. برادر بعد تو از اسپانیای اروپایی چیزی پا شدی اومدی، نه به داره نه به بار اومدی، نشستی کنفرانس چی بخوای بگی؟ دست آخرم به توافق نرسیدن. بعد الان من انتظار دارم در یک چشمانداز مثلا 3 4 ماهه، شاید بعد از اینکه مثلا یه سری تغییر و تحولاتی تو باشگاه استقلال رخ بده، خبر بیاد که آقای لوپز نوتیس داده به باشگاه استقلال. من نمیفهم، همه نوتیس میدن، همه، کیه که نوتیس نده؟ آقای لوپز هم نوتیس میده. بله دیگه، به قول نورالدین خانزاده در سریال نونخه، اینجا دیگه به هر حال به امید حق علیه باطل هممون یه نوتیسی اینجا ارائه میکنیم، ببینیم شاید یکی هم یه پولی به حساب ما زد. Yes, that's right. متشکرم که این محوطه جریمه رو تماشا کردین. انشالله همین جمع، من، دوستانی که اینجا هستن، شمایی که به ما تماشا میکنین، همین جمع همه پاشیم بریم باشگاه آقای حجت خان کریمی، اونجا دو سه تا دمبلی بزنیم، هالتری بزنیم که بذارین عضلاتمون رو فرم بیاد. انشالله هممون جامون اونجا باشه، یعنی اونقدر بضاعت داشته باشیم که بتونیم اونجا دمبل بزنیم. دست شما درد نکنه که این آیتم رو تماشا کردین. خیلی ممنونم، مراقب سلامتیتون باشید. فعلا.